خب بریم ببینیم داخل باکسش چی داریم. کنترلر لانچ پد پرو MK2 و یک کنترلر فوق العاده. اول از همه یک دفترچه راهنما داریم. دفترچه‌ای که میتونه به ما کمک کنه. بیشتر توضیحاتی که میده داخل باکس چه چیزایی هست، شامل حالا کابل هایی که گفته، آداپتور و خود کنترلر. نحوه رجیستر کردنش رو تو سایت میبینیم، خیلی مهمه، حتما کنترلر رو رجیستر کنید. تنظیمات اولیه خودش توی نرم افزار ایبرتون لایف توضیح داده شده. یکی از بخش‌های خیلی مهمش قسمتیه که صفحه ستاپ خود نرم افزار راجبش توی ویدیو جلوتر توضیح دادم، که ببینیم دقیقاً چجوری تنظیم کنیم، انعطاف پذیریش رو نسبت به شرایط مختلف تغییر بدیم. البته پی دی افش هم توی سایت هست که میتونید با کیفیت بالا داشته باشید. و نهایتاً یه سری استیکر که میتونید روی کنترلر بچسبونید و کنترل زیرو کنید. در پشت دفترچه هم که سریال نامبر وجود داره، که همین سریال نامبری که شما میتونید رو رجیستر کنید. خب خود کنترلر که واقعا آدم لذت میبره وقتی که این کنترلر رو میبینه، فوق العاده کیفیت ساخت و اصلا متریالی که تو این دستگاه به کار میره عالیه. یعنی جنسی که داره، تمام این کلیدها فوق العاده نرمه. یعنی حالا جلوتر در خصوص حساسیت این پدها نسبت به ضربه که مثلا ولوسیتی رو تعریف میکنه، وجود افتر تاچ و این مقوله ها فوق العاده است که مثلا لذت بخش میکنه کار رو. از این طرف کفش رو میبینیم، یک پلاستیکیه که حالت یه مقدار روی سطح و اون جایی که قرار میگیره قشنگ فیکسش میکنه. این کنترلر یکی از رقیبای اصلی آکایی به حساب میاد، خصوصا سری APC40 MK2. اینجا ما کابل USB رو داریم و دوتا کابل میدی هستش که این ور جک های 1/8 اینچه و این ور هم که کابل های DIN بهش میگن، دین پلاگز، که همون ساختاریه که در سینتیسایزر رو از اول شکل گرفته. خیلی از کارت صداها، سینت ها، پیانوهای دیجیتال این به اصطلاح پورت رو دارن، یعنی یک استاندارده. و از طرف دیگه شما اینجا وقتی که این کانکتور ها رو وصل میکنید، این کابل ها رو وصل میکنید، اینا بعد میتونه به اصطلاح کانکت بشه به کنترلر ها و سینتی سایزر های دیگه و این به عنوان یک در از ساز برای اونا عمل کنه. فقط تنها اشکالی که میتونم بگم داره، ببینید باید مراقب باشید سیم آویزون نشه از این قسمت، چون که به مرور این پورت رو، این ورودی رو شل میکنه و خراب میشه. شما باید حتما اینو مثلا یه جایی بذارید روی میز کار اگر هست، وزنش روی خود این کنترلر آویزون نباشه. از طرف دیگه آداپتور رو ما اینجا داریم، توی شرایطی که اگر غیر از لپتاپ ازش بخوایم استفاده کنیم، یعنی حالت روی کنترلر مستقل استندلون باشه، حالا چه زمانایی که شما میخواید وصلش کنید به آیپدتون، این امکان وجود داره، اپلیکیشنش هم هست، نصب میشه روی آیپد و میتونید این لانچ پد رو اونجا داشته باشید. از این طرف هم حتما از آداپتور باید استفاده بشه. در غیر این صورت زمانی که با کامپیوتر کار میکنید، این برقش رو داره از همون USB دریافت میکنه. اینجا هم پورت‌های مختلفی هست برای، حالا بستگی به محل سکونتتون داره، کشوری که هستید، ببینید که سوکتایی که برای برقش تعیین میشه چجوری. خیلی هم راحت جا میخوره و به این شکل میتونید ازش استفاده کنید. در ویدیو بعدی میپردازیم به نحوه نصب و راه اندازی این کنترلر توی ایبلتون و بعد کلی کارهای جذاب و پروداکشن و بیت سازی و اینجور چیزا با لانچ پد پرو. همراه ما باشید.